18 سپتامبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری جهت اشتراک در مباحثه های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خوری سران دولت های آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شدند. اینچنین در نظر است که ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در همایش های سطح بلند سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده. در حاشیه این چهارابینی ها باید قطار سران دولت ها مسائل همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان، مشکلات جامعه جهانی و دیگر مسئله های مبرم را بررسی نمایند. 18 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه مباحثه های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش ملاقات کردند. در رفت ملاقات مسئله های همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین روزنامه مباحثه های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان بر رشد و توسعه مناسبت ها با سازمان ملل متحد اهمیت جدی می دهد و آن را یکی از شریکان کلیدی خود در عرصه بین المللی می شمارد. جانب ها ضمن ملاقات آید به مشکلات زیادی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه جهانی، از جمله تشنج گیاپولیتیکی، درگیری های مسلحانه، خطرهای تروریسم و اکستریمیسم، بحران های اقتصادی و مالیوی، تغییریابی اقلیم تبادل اندیشه کردند. تاکید گردید که تاجیکستان جهت رسیدن به هدف های رشد استوار، سرعت بخشیدن به عمل ها آید به روزنامه 2030 سعی و تلاش دارد و در این سمت استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 قبول کرده چندین برنامه های دیگر دولتی را مورد اجرا قرار داده است. در رفت ملاقات به سازمان ملل متحد برای دستگیری پیوسته از تشبث های گلوبالی تاجیکستان ایثار سپاس کرده شد. همکاری در سمت آب، تغییریابی اقلیم و تاثیر عاقبت های آن به ذخیره های آب، پیشگیری آفت های طبیعی، رشد اقتدارهای تولید نیروی سبز، قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روی تشبث پنجم تاجیکستان آید به حفظ پریاخا از موضوعهای اساسی ملاقات بودند. وابسته به وضع افغانستان همسایه تاکید گردید که تاجیکستان تمام امکانات لگیستیکی خود از جمله 6 پل را در مرز با این کشور برای رساندن کمک بشری به مردم آن فراهم گذاشته است. بازارهای نزد سرحدی از نو به فعالیت شروع کردند. با کشور همسایه نیروی برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی صادرات می شود. در رفتی واخوری جانب ها همچنین آید به دیگر موضوع های مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل اندیشه کردند.